بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله والصلا والسلام علی رسولالله محمد وعلی له واصحابه اجمعین درس یازدهم ما در اسباب اختلاف فقها و بخش دوما درس معرفی کتابهای مذهب مالکی هست ما گفتیم که دومین کتابی که در مذهب مالکی بسیار از شهرت برخوردار است کتاب المدونه هست و قبلا ما گفتیم که ابن القاسم یکی از شاگردان بزرگ و شاگردان قدیم امام مالک رحمه الله این کتاب را جمع کرده به این معنا که مسائلی که اونها بیان کرده از مذهب خود او را به شاگردان خود انتقال داده و شاگردان اونها او را به مردم انتقال داده و دوباره به ابن القاسم گفته شده و بالاخره این کتاب از او جمعوری شده یکی از کتاب های اصولی و کتاب های و اساسی و بنیادین مذهب امام مالک رحمه الله است و از زمره کتاب های درست و صحیح و معتبر مذهب مالکی هست و از جمله کتاب های معتبر شمرده میشه که در او تفریعات و تطبیقات فقهی مذهب مالکی وجود داره و این معنا که مسائلی که از از قرآن و حدیث استنباط شده و اجتهاد شده و مسائل فرعی و فقهی و عملی هست و بخش تطبیقی داره در زندگی انسان بخش عملی داره در زندگی انسان ها امو مسائل در این کتاب نوشته شده و امو مسائل در این کتاب جمعوری شده از چنان اهمیت و جایگاه و مقام بلند برخوردار است که هرگاه در فقه مالکی واژه کتاب یا کلمه کتاب اطلاق شوه وقتی که کتاب گفته شوه مراد از او امی کتاب المدونه است یعنی وقتی که علما بگوید که کتاب یا الکتاب یا کتاب مذهب مالکی مراد از او کتاب المدونه است مثل که واژه الکتاب وقتی که در نحو اطلاق میشه مراد از او کتاب سبوه در نحو یعنی یک کتاب مشهوری که یا یک عالم مشهوری که در نحو است امام سبوه وقتی که یک کتاب نوشته کرده در, در علم نحو یا علمای نحو وقتی که کتاب را ذکر میکنه مراد از او کتاب سبوه است و یا در مذهب حنفی وقتی که کتاب اطلاق شوه اطلاقی او یا او کتاب که اطلاق می شود بالای مختصر قدری یعنی بعضی اطلاقات وجود داره که یک کتاب در یک مذهب یا یک کتاب در یک علم بسیار مشهور شده باشه و مورد اعتماد باشه وقتی که نام کتاب مطلق ذکر شوه امو فرد کامل امی کتاب می باشه یعنی امو کتاب از او اراده می شه. ما یک قایده هم داریم در منطق و در فلسفه وقتی که میگه شی مطلق ذکر شوه مراد از او فرد کامل است یعنی وقتی که یک چیز مطلق ذکر شوه کتاب یا مثلا خالق یا مثلا یک نام مطلق ذکر شوه مراد از او او شخصی است یا او فردی است که در امی بخش کامل ترین باشه یعنی وقتی که کتاب ذکر شوه در مذهب مالکی کامل ترین کتاب کتاب المدون است وقتی که در نحو کتاب ذکر شود کامل ترین کتاب فرد کامل کتاب در نحو کتاب سبوی است یا در مذهب حنفی معتبرترین کتاب مختصر قدری هست ای به این معنا است سحنون مالکی گفته است که انما المدونت من العلم به منزلت ام القرآن ام القرآن من القرآن تجزی في الصلاة تجزئ في الصلاة عن غيرها ولا يجزئ غيرها عن إذا إيه در رابطه كتاب كتاب المدونه یک مبالغه کرده و کمی سخن قوی گفته که کتاب مدونه در بین سایر کتب مالکی مانند ام القرآن یا فاتحه کتاب یا سوره فاتحه در همه قرآن است یعنی کدام جایگاه و کدام اهمیت و ارزش که فاتحه یا سوره فاتحه در کل قرآن کریم داره در کتاب های مالکی کتاب المدونه امی ارزش و امی جایگاه داره یعنی یک مشابهت است و مشابهت یا تشبیه به این معنا نمی باشه که از همه وجوه می باشه یعنی در رابطه به اعتبار مثل که کتاب مدونه در کتاب های امام مالک اعتبار زیادی داره مثل که فاتحه یا ام القرآن که همین نام فاتحه است یا سوره فاتحه است که در قرآن کریم کدام ارزش و اهمیت داره او کتاب هم در دیگه کتاب ها امی ارزش داره باز گفت تجز و فصالات ان غیره ها در نماز نماز تنها با توسط صورت فاتحه درست میشه اگر دیگه صورت هم خوانده نشود از دیگه صورت ها هم کفایت میکنه ولا یجزی غیرها عنه اما این تو نیست که اگر کسی سوره فاتحه را نخونه و دیگه سورت را بخونه نمازش درست شوه نمازش نماز او درست نمیشه یعنی ارزش بالای داره این یک مبالغه می باشه با وجودی که ضرور هم نمی باشه قدر مبالغه آدم بکنه خب مشکل نداره از لحاظ علمی و از لحاظ تشبیه کدام مشکل نداره یک روز ما هم در یک سم درس میدادم یک محصل برای ما گفت که در هدایه یا در حاشیه هدایه یک مقوله نوشته شده یک عالم در حاشیه شرح هدایه یک چیزی را نوشته کرده که الهدایه تو مثل القران تنسخ ما قبلها هدایه مانند قرآن است که چیزهایی که قبل از او است را منسوخ میکنه گفت که یک کفر است که در اینجا نوشته شده ما گفتم این کفر نیست کدام مشکل نداره از لحاظ ترکیب کلمات یا ترکیب کلام یا صحت کلام این مشابهت است تشبیه است که قرآن کریم که کدام ارزش و مقام داره در بین کتاب های آسمانی که دیگر کتاب های آسمانی را نسخه کرده و این ناسخ کتاب های آسمانی است در فقه هنفی هدایا مانند قرآن است که دیگر کتاب های فقهی مذهب هنفی را منسوخ کرده یعنی اقدر قابل اعتبار نیست مثل که هدایه قابل اعتبار است یعنی مثل که هدایا در مذهب هنفی یک اعتبار زیادی داره در فقه همچنان الکتاب یا کتاب و المدونه در فقه مالکی یک ارزش و جایگاه بسیار بزرگی داره کتاب دیگه به نام الواضحه یه هم یک کتاب مشهور مذهب امام مالکی رحمه الله تعلیف عبد ابن سلیمان ابن حبیب که در سال 238 وفات شده این کتاب از جمله بزرگترین کتاب های فقه مالکی شمرده میشه که نویسنده ی آن در, میا... در از بین روایات ابن قاسم و شاگردان وی او را جمعوری کرده یعنی کدام شاگردی که شاگرد بزرگ امام مالک رحمه الله به نام ابن قاسم بود کدام چیزهایی که او بیان کرده روایاتی که بیان کرده و مسائل فقهی را که بیان کرده خودش و شاگردان او مؤلف کتاب الواضحه آمده امی معلومات را جمعوری کرده و او را تعلیف کرده این کتاب را به نام الواضحه مسما کرده این کتاب در شهرهای اندلس منتشر شده و ابن رشد نیز یک شرح به آن نوشته کرده و او را شرح کرده کتاب دیگری که در مذهب مالکی اعتبار دارد و قابل اعتبار است المستخرجه الوتیبیه علی المؤت این کتاب نام دارد که و تیبیه او و به مؤلف او منسوب است المستخرجه که چیزهایی که استخراج شده و استنباط شده یا بیان شده از در معطای امام مالک رحمه الله مؤلف این کتاب محمد العتیبی به خاطر المستخرجه العتیبیه برش گفته میشه ابن احمد قرطبی هست که در سال 255 وفات شده این کتاب را به خاطر امی او میگه که به نویسنده او منصوب است که ما گفتیم و این کتاب شامل شنیده ها و روایات است که از امام مالک رحمه الله شنیده شده و روایت شده و شیخ و طیبی آن را جمع کرده و جمع کرده مزید بر آن مسائل و احکام فقهی زیات را در این دیگه هم اضافه کرده از علمای دیگه و او را هم در او یک جا ساخته و بالاخره یک کتاب را از او جور کردن این کتاب در, نزد علما و دانشمندان اسلامی از قبولیت و اعتبار خاص برخوردار است و اعتبار زیاد داره اه اه کسی که به خاطر اعتماد و اهمیتی که داره خواندن و مطالعه کتاب الواضحه را مردم آل ترک کرده یا علما و دانشمندان فقه مالکی یا امام مالک رحمه الله و که او هم یک کتاب بسیار مهم است الواضحه که قبلا بیان کردیم و تنها آل امی کتاب المستخرج الاتیبی را و به او اعتماد می مثل که قبلا یادآور شدیم یک کتاب که بیاید در یک مذهب و او بسیار قابل اعتبار باشه و سندش قوی باشه یا مسائلش قوی باشه او مانند ناسخ برای کتاب های گذشته میشه باز علما میاین و امو کتاب را میخوانن و کتاب های قبلی را زیاد اعتبار نمیتن کتاب دیگه که در مذهب مالکی نوشته شده الموازیه اثر محمد ابن ابراهیم اسکندری ابن المواز است که در سال 269 وفات شده این کتاب هم از بزرگترین و اساسیترین و جامعترین ترین کتاب های مالکی یا مذهب امام مالک رحمه الله شمرده میشه و در مسائل فقهی نوشته شده مسائل فقهی را جمع کرده به طوری که قابیسی آن را به سایر کتب فقه مالکی ترجیح داده یکی از علما قابیسی این گفته که بزرگترین کتاب و قویترین کتاب در فقه مالکی الموازیه است و با بالای همه کتاب های فقه مالکی ترجیح داره و فوقیت داره هدف نویسنده ای کتاب این بود که تا در این کتاب فروع فقهی اصحاب مذهب خود را به اساس اصول و مبادی مذهب خود یا به اساس اصول و مبادی امو علمای مذهب خود او را جمعوری بکنه یک وقت یک عالم یک کتاب را نوشته میکنه در او مسائل مذاهب مختلف را بیان میکنه و اختلاف علما را در او بیان میکنه اما الموازیه در این کوشش شده که تنها امو مسائلی که در مذهب امام مالک رحمه الله است و او در مذهب امام مالک رحمه الله گفته شده توسط علما و دانشمندان و شاگردان امام مالک رحمه الله این کتاب امو مسائل را جمع بکنه و ایره ترجیح بته و ایره قوت بته و بالاخره تنها مسائل فقهی مذهب خود را در او بیان بکنه در حالی که میگه می نویسندگان این هدف نداشتن تنها مسائل را جمع میکردن اگر او مسائل به موافق با مذهب حنفی می بود یا دیگه مذاهب تنها کوشش میکرد که همو مسائلی که از علما و دانشمندان مذهب خود و اگر از دانشمندان مذهبی دیگه هم باشه او را جمعوری بکنه صرف هدفشان جمعوری بود اما هدف معلف این کتاب این بود که تنها مسائل مذهب خود را و مسائل علما و دانشمندان مذهب خود را به اساس امو اصول و قواعد مذهبی خودشان که برای خود در استنباط مسائل و احکام وضع کرده به مو اساس ای را جمع بکنه و تنها مسائل و احکام مذهبی خودشان باشه کتابی دیگه به نام مختصر خلیل این کتاب تعلیف ابو محمد خلیل هست که به می خاطر برش مختصر خلیل گفته میشه در سال 776 وفات شده این کتاب مختصر از کتاب جامع الامهات از ابن حاجب رحمه الله که نویسنده ای کتاب ابو محمد خلیل در تعلیف و نگارش این کتاب تقریبا بیست چند سال را گذاشته و تیر کرده و بالاخره این کتاب را تعلیف کرده و در این راستا بسیار زحمات را کشیده و کوشش کرده که این کتاب را جمع بکنه تقریبا در این کتاب 400 هزار مسئله فقهی موجود است یعنی مذاهب مسائل فقهی که از قرآن و حدیث استنباط شده چار لک مسئله یا احکام فقهی در ای بیان شده که از قرن هشتم هجری به بعد از جمله مهمترین و بزرگترین کتاب های فقهی شمار میشه و بسیار مسائل زیاد که ما دیدیم در این کتاب وری شده در مذهب مالیکی علما و دانشمندان اسلامی در تشریح و تفصیل مسائل این کتاب و تبیین مسائل این کتاب و همچنان شرح این کتاب زیاد تلاش کردن و کوشش کردن و این کتاب را شرح کردن و مسائل این کتاب را بیان کرده این کتاب شرحهای مختلف هم داره و از توسط علما و دانشمندان این کتاب شرح شده تا که امی فقه مذهب مالکی رحمه الله را یا فقه مذهب امام مالک رحمه الله را برای مردم بیان بکنه پس این کتاب توسط علمای زیاد شرح شده که بعض شرحهایش یا شروعش ما نام میگیریم مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل این کتاب یا این شرح از ابو عبدالله محمد معروف به خطاب است که در سال 954 وفات شده و این بزرگترین و کاملترین شرح این کتاب است شرح الزرقانی علی مختصر خلیل این کتاب دیگه است که یکی از علما به نام زرقانی کتاب را تعلیف کرده و شرح اه کتاب اه اه مختصر خلیل را نوشته کرده و همچنان الخرشی علی مختصر خلیل که عنوان آن فتح الجلیل یا نامی کتاب در اصل فتح الجلیل علام مختصر خلیل می باشه اما با الخرشی علام مختصر خلیل هم شهرت داره این کتاب هم یک کتاب بسیار کلان و بزرگ و از تعلیفات شیخ محمد ابن عبدالله خرشی که در سال 1101 هجر قمری وفات شده همچنان الیکلیل شرح و مختصر خلیل این کتاب تعلیف شیخ محمد امیر است که در سال 1232 هجری قمری وفات شده این کتاب ها امو شرح های کتاب مختصر الخلیل است که یا کتاب الخلیل است که نوشته شده و شرح شده همچنان کتاب های دیگه که در تسلسل کتاب های مذهب امام مالک رحمه الله یا مذهب مالکی کتاب دیگه به نام التعریفات این کتاب ابن الجلاف محمد ابن عبدالله تمیمی ای را نوشته کرده و تعلیف کرده که در سال 451 وفات شد البیان و تحصیل این کتاب ابن رشد ای را نوشته کرده که نامش محمد ابن احمد ابن رشد قرطبی هست در سال 520 وفات شده از ذخیره همچنان کتاب دیگه است که قرافی شهاب الدین احمد ابن ادریس که در سال 684 وفات شده این کتاب هم از مهمترین و اساسی ترین کتاب های مذهب مالکی رحمه الله است کتاب دیگه به نام المجموع الفقهی فی مذهب الامام مالک این کتاب تعلیف شیخ محمد ابن محمد سن باوی که معروف به امیر است در سال 1232 وفات شده ای هم یکی از کتاب هایی است که از کتاب الخلیل مختصر شده تالیف جداگانه است اما مسائل کتاب مختصر خلیل دری خلاصه شده و همچنان دری کتاب مسائل دیگه هم اضافه هم شده خوشتن ای یعنی کسی که معلیف کتاب سور خود را به ای ملزم دانسته و متحد دانسته که در این مسائل راجع و احکام قوی را جمع بکنه و همچنان علمای متاخر مذهب خود با علمای متقدم خود که در بینشان اختلاف واقع شده او مسائل را در این کتاب جمع بکنه یعنی مسائل را در این کتاب جمع وری بکنه که علمای متاخر این مذهب با علمای متقدم این مذهب در او اختلاف کرده این عالم آمده مختصر با کتاب الخلیل نوشته کرده و بعد از او بعض مسائل را هم داری بیان کرده که بین علمای قدیم و علمای جدید عصر خودشان که در مذهب مالکی هست اختلاف اونها را داری بیان بکنه به این خاطر میگه کوشش کرده که تنها مسائل مفتابهی و به اساس آخرین نظریات در این مواری بکنه یعنی به این مانا وقتی که امو مسائلی که در بین علماء متقدم و متاخر اختلافی هست بلاخره که فتوا بالای کدام مسائل داده شده و او راجه قرار داده شده امو مسائل را اختلاف را بیان کرده که علماء متقدم در این نظر داره و علماء معاصر در این مسئله این ای نظر داره مراجه ترین نظر در این رابطه ای است خود امی معلف کتاب باز امی کتاب خود را شرح کرده و به این نوشته کرده و نام کتابی که شرح کرده باز او را به نام ضوء الشمس علی شهر المجموع گذاشته و در شرح خود از حاشیه شیخ حجازی ادبی هم استفاده کرده یک بار که کتاب نوشته کرده باز او را شرح کرده و در شرح از کتابی دیگه هم که حاشیه شیخ حجازی هست از او هم استفاده کرده بازی دو کتاب یا دو حاشیه که در اینجا نوشته شده یا شرحی ای کتاب است ای یک کتاب مشهور در مذهب امام مالکی رحمه الله شده و به عنوان حاشیته حجازی العدوی شهرت دارد و ای آل چاپ هم شده و علما ایرا در دسترس خود هم قرار داره جامع الامهات کتاب دیگه هست که در مذهب امام مالک رحمه الله نوشته شده این کتاب تعلیف ابن الحاجب عثمان ابن عمر ابن مصری جمال الدین است که در سال 646 وفات شده این کتاب با عنوان مختصر الفرعی هم شناخته شده چرا برش مختصر الفرعی گفته میشه به خاطر که در این کتاب فروعات فقه مذهب مالکی نوشته شده یا امو مسائل فرعی و عملی که ما در فقه هم تعریف میکنیم که فقه عبارت از استنباط مسائل فرعی است که از دلایل شریعت استنباط شده باشه پس در این کتاب هم امو مسائل بیان شده که مسائل عملی و فرعی است و مسائل تطبیقی است در فقه اسلامی و این کتاب که جامع علمهات هم برش گفته میشه همچنان برش مختصر الفرعی نیز گفته میشه این بود تقریبا خلاصه معرفی مذهب امام مالک رحمه الله و کتاب های امام مالک رحمه الله و علما و دانشمندان که در مذهب مالکی یا مذهب امام مالک رحمه الله از جایگاه بلند برخوردار است و یا شاگردان امام مالک رحمه الله است موضوع دیگه که موضوع اساسی ما در مضمون هست که ما باید مناهج علما و مناهج امامان مذهب را بدانیم منهج امام مالک رحمه الله هست البته ای کمی به شرح و به تفصیل ضرورت داره که ما کوشش بکنیم ایرا خوبتر شرح بکنیم و توضیح بکنیم هر بندی و هر قایده و هر اصلی که در استنباط مسائل امام مالک رحمه الله به او اعتماد داره و او را برای خود وضع کرده ایر انشالا در درس آینده بحث میکنیم به می اندازه کفایت میکنیم و کفایت میکنه درس و آخر دعوانا الحمد رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته